در روز اول بازی های دوری چهارم چمپیونات کشور میان دستهای لیگ یکم باشگاه وحدت شهر وحدت تیم برخشی شهر حصار را به حضور پذیرفت. دیدار دستها در ورزشگاه مرکزی شهر وحدت دایر گردیده با حساب 3-2 به سود صاحبان میدان خاتمه یافت. در دقیقه 12 پیت اول نیروسنجی حملهور تیم وحدت امید جان عزیزوف یک حالت زیبا را به گل تبدیل داده دستش را به پیش برآورد. پیش از انجام پیت اول فوتبال بازی دیگری وحدت فریدون نظرالله حساب را 2-0 نمود. قسم دویم بازی را بازینگران شهر حصار بسیار با برو آغاز نمودند. آنها زود خط حمایه رقیب را رخ نمیکردند. در دقیقه 57 دیدار شاگردان حکمت الله فضایلف از یک زید حمله استفاده نموده حساب را 2-1 نمودند. مؤلف گل فیضالدین نظروف دانسته شد. با گزاره 11 دقیقه فیضالدین نظروف گل دویم خود را وارد دروازه صاحبان میدان نموده حساب را برابر کرد. پیش از انجام واخوری دروازه‌بان دسته برخچی در مقابل حملهور دسته وحدت با قاعده ستیزی دست زد و داور به دروازه او پنالتی تعیین نمود. جریمه 11 متره را فردوسی فیضزاده به خطا اجرا نموده پیروزی را برای تیمش تضمین ساخت. این مظفریت برای دسته وحدت در لیگ یکم دویمی به حساب می‌رود. فوتبال بازین تیم برخچی شهر حصار تا این دور صاحب یگان امتیاز نگردیدند. در دور چهارم با دسته وحدت رقابت کردیم. این بازی خیلی به ما دشوار بود. اول صاحبان میدان حساب را کش شدند. ما هم رو افتاده نشده حساب را برابر کردیم. بعد در دقیقه آخرهای بازی خیلی عصبانی که کم قوامون رسید گل سیم رو سر داده بازی رو مغلوب کردیم. چند بعد در جام تاجیکستان بازی کرده بودیم با همین دسته وحدت بود. ما اون رو با ضربه 11 متره مغلوب کردیم وحدت رو. کمانده بخشی خیلی کمانده بهترینی لیگ یکم تاجیکستان باشد. آنها از سبب یوشیاشون نگاه نکرده با ما رقابتی خیلی بهتر کردن. از سبب یوشیاشون با کمتر بچه های ما از وای بالاتر بودن خیلی از همون سبب مخالفه کردیم. وحدت دسته خیلی پیشرفته می باشد. ما می خواهیم که دسته وحدت رو به لیگ یولی براریم. در واخوری نوبتی لیگ یکم چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به فوتبال دسته پنچر ناحیه جلادین بلخی تیم اسخت شهر خوجند را در میدان خود استقبال نمود. در نفسهای نخستین پیت اول محمد قلوف نسیم از حیات تیم پنچر با گل زده خش دسته اش را به پیش برآورد. در ادامه رقابت باز هم صاحبان میدان برتری بازی را در اختیار خود گرفته مرتبه دویم خط دروازه اسخت را شکست. مؤلف گل کاپیتان دسته رقم 11 خیردین تورخانوف به حساب می رود. همین طریق قسمت اول میدانداری دسته ها 2-0 به آخر رسید. در پیت دویم واخوری صحیح‌ترش در دقیقه 52 بازینگر دسته اسخت ایسایف جورابای گل اولین تیمش را داخل تور دروازه میزبانان نمود. فوتبالبازان دسته مهمانان کوشش و تلاش نمودند تا اینکه حساب را برابر نمایند و این تشبث با آنها دست داد و بازینگر رقم 9 اسخت بهیرجان سنگینبایف با زدن گل دویم مشرف گردید. در دقیقه 88 باشد نیم محافظتگر دسته پنچر شوکت خدوی‌نظروف توپ سیوم را از ضربه جریمه‌ای به نشان رسانید. در 3 دقیقه اضافه نموده داور بازینگر دیگر صاحبان میدان محمود غیوروف با زدن توپ چهارم به بازی حسن انجام بخشید. در دور چهارم دسته اسخت شهر خوجند را قبول کردیم. فکری من درباره بازی هر دو دسته بقوت بود، از آن جمله که و یا در جدول بالاتر بودن ما پایان با این نگاه نکده دسته هر دوش بقوت بودن، بازی خوب بود. در اینجا هر دو دسته یک خیل بازی کردن، کسی یکم اشتباه میکرد مغلوب میشد. برای ما دسته ما کمتر اشتباه کردن و یا بسیارتر اشتباه کردن، دسته ما غالب شد امروز. بازی آینده روز 21 در ناحیه فرخور با دسته حاصلات ما بازی داریم. نقشه ما با تیار میبینیم، با حرکت میکنیم، از این ده خوبتر بازی کنیم. امروز ما با تیمی پاورقوتی پنچر در سفر بازی داشتیم. اصل بازی کمتر بازی ما نامد کرد. آنها دو گل زدن. در قسم دویم ما حرکت کرد. با دو گل زده بازی را برابر کردیم. اصل اون که در آخرهای منوتی آخرهای دقیقه بازی کمتر بازینگر ما خطایی کردن. از این حساب آنها دو گل زده بازی بردن.
دسته هلبوک نوحیه واسه بعدی دو بازی موفقانه سفری این نوبت در میدان خود با دسته ماهیر نوحیه یوان نروسنجی کردند. دسته هلبوک با کوشش یکی از حملوران بهترین لیگ یکم عوضخان قنچینوف در دقیقه هفتم بازی حساب را کشوده به پیش برآمد. با گلی زده صاحبان میدان حملوار دسته ماهیر بهراور حلیموف در دقیقه 13 هم جواب گردانیده حساب بازی را یک بر یک نمود. قسمت اول میدانداری این دسته ها با گلی زده حملوار مهمانان دلشاد تقایف در دقیقه 42 بازی انجام پذیرفته، دسته ها با حساب 2 بر 1 بر نفع مهمانان با تنفس برآمدند. قسمت دوم بازی امروزه با هجوم های طرفین جریان می گرفت و در دقیقه 67 بازی حمایتگر دسته هولبوگ عبدالخالق حلیموف برای گرفتن برگه دوم زرد از خورج کرده شد. حالت مذکور کاری دسته ماهی را تا اندازه آسان نمود و علیشیر کوگانوف از یک خطای حمایتگران استفاده کرده در دقیقه 81 بازی گلی سیومی دسته ماهی را وارد دروازه رقیب نمود. در دقیقه 84 بازی حمایتگری کناری هولبوگ رجب علی خولمیرزایف بنابر سبب از پای افتونیدن حریف هنگام هجوم با برگه سرخ مجازات شده از میدان بیرون برآورده شد. دسته هولبوگ نگاه نکرده با کم بودن فوتبال بازان توانست کی باز هم با کوشش حملهوری دسته عوض قمچینوف یک گل دیگر به ثمر رسانیده حساب بازی را در دقیقه های اضافه کرده داور 3-2 نمایند. دسته هولبوک تا اندازه می توانست که خود را در این بازی از باخت نجات دهد، ولی فوتبال بازی دسته ماهیر صحیح ترش مرادبیگ یوسوپوف گل نوبتی دسته مهمانان را وارد دروازه هولبوک نمود. همین طریق بازی مذکور با حساب 4-2 بر نفع دسته مهمانان ماهیر ناحیه یاون به انجام رسید.